این ورژن بهترین عطر مردونه دنیاست، هم از نظر کارشناس ها، برند ها و مخاطبین. خیلی از مخاطبین هم بر این باورن که این قرار جای پادشاه عطرها کلید اونتوس رو بگیره. ورژن جدید بهترین عطر دیور اینجاست، ساویج الکسیر. بعد یه بررسی دیگه از عطر ایرانی، خیلی خوش اومدین. خیلی طول کشید تا بررسی این عطر رو براتون بسازیم، دلیلش هم توی استوری گفته بودم. ورژن بهترین عطر مردونه سال 2021 و بهترین عطر آمبروکسانی ساویج الکسیر اینجاست. سوالی که مطرحه، میتونه این به اندازه نسخه قبلی ساویج دیور موفق باشه؟ قطعا توی شروع هم تونسته هم پیشی گرفت، یعنی اصلا توی این بحثی نیست که خیلی پر سر و صدا شروع کرد. خیلی از مخاطبین اینو باعث شدن که تعریف و تمجید زیادی ازش بکنن و بین مردم خیلی بیش از حد این وایرال بشه و منتقدهای خیلی کمی هم داره. اگه از من بخواید توی 3 جمله اینو براتون تفسیرش کنم، میتونم بگم که ساده، عمیق، پرقدرت. منتقدها و طرفدارها، جالب اینه بدونین که به هیچ عنوان منتقد خاصی توی کیفیت رایحه و موندگاری و پخش بو و خود طراحی وجود نداره، مگه اینکه سلیقه‌ای باشه. یعنی سری بگن من بوی چون سرد دوستانم دوست ندارم که قانون اون انتقاد نمیشون سلیقه میشه، ولی یه سری انتقادها هست که هم مخاطبین این عطر دارن هم منتقدها. یک، قیمت بالای 60 میلی لیتری این عطر که حدود 125 یورو که میشه 3,700,000، خودش قیمت بالاییه برای این عطر. مورد بعدی هم اینه که طراحیشو گفتن آقا یه عطر با این مقدار با این هزینه نباید طراحی ساده ای داشته باشه، باید خیلی بیشتر رو طراحیش عمل طراحیش وقت گذاشته باشه، که خب این کار نکرده. برای همین مخاطبین اومدن کار طنز با این انجام دادن، گفتن حالا که ما داریم این همه هزینه انجام میدیم برای این عطر، بیایم چیکار کنیم؟ آقا اینو که نمیتونیم دور بندازیم، بیایم به جای شات استفاده کنیم و از قسمت انتهای این عطر شما میتونین شاتتون رو بریزین اینجا و به عنوان یک لیوان نوشیدنی ازش استفاده کنه. حالا ما چون محدودیت داریم مجبوریم آب بخوریم، ولی اون دوستانی که خارج از ایران میتونن استفاده های دیگری هم از این عطر داشته باشن. خب رسیدیم به قسمت یه جورایی، حالا آنباکس رو قبلا انجام دادیم، میخوایم در مورد طراحی شیشه‌اش نگاهی بندازیم به بسته‌بندیش. چیز خاصی اینجا نداریم، یه شیشه 60 میل جذاب داریم، زیر درش آرم زنبور خورده. خب این شیشه 60 میلش خیلی خوش دسته، روی درش سی دی خورده، روی پمپش هم سی دی خورده، زیرش هم هک شده سی دی و درش هم مگنتیه، داخلش هم زنبوره که حالا خب توی این زیاد معلوم نمیشه. گفتم من دنبال این نسخهش بودم چون اسپریش افشان یا حالا کم مصرف یا نمیدونم نشنال میگن اینا، چون پخش بوره زیادتر میکنه، من دنبال این نسخه پمپش بودم. میریم برای مقدار مصرف این پمپ اینات ببینیم چقدر مصرف میکنه. این اول صفر میکنیم، 0 تا 100 شیشه و مایع داخلش 187.8. حالا ما اسپری میکنیم به دو دلیل، که یکی اینو تسترشو نگه داریم برای ادامه که میخوایم بو کنیم و نظرمون رو بگیم، چون الکسیر توی چند دقیقه اول واقعا بوی خوبی نداره، ولی وقتی که میمونه فوق العاده جذاب میشه. برای همین ما سعی میکنیم دیگه رو بلاتر تست کنیم، در ادامه براتون ببینیم داستان چی میشه. خب میریم سراغ تستش. ما برای شروع 10 تا زدیم، 187.9 بود اگه اشتباه نکنم، 10 تا دیگه هم زدیم، 10 تا دیگه هم زدیم، 1 2. بله همینطور که دیدین ما حدود 32 بار اسپری کردیم و حدوداً 1 میل استفاده شد، پس این اسپری فوق‌العاده کم مصرف. خب میرسیم به قسمت طراحی رایحه این عطر. این عطر یه عطر ملایم و تند و چوبیه ساویج الکسیر که با قدرت بسیار زیادی شروع میشه. و اینه من بهتون بگم، تمام چه مخاطبین چه منتقدها و خود من توی چند دقیقه اول به هیچ عنوان یه عطر فوق‌العاده رو حس نکردیم، ولی کافی این عطر چند دقیقه بمونه تا خودش رو نشون بده.
به قدر سورپرایز میشین که اصلا انتظار ندارین که آقا این اصلا همون عطری که چند دقیقه پیش من اسپری کردم. و این خب نشون میده که یه عطر توی شروع میتونه عطر خوبی نباشه، ولی توی میدل و توی بیس نوت میتونه اصلا عجیب غریب عمل کنه. توی قسمت رنج سنی من بهتون بگم که این عطر مناسب نوجوان ها نیست، چون یه عطر سنگین مردونه است و خب اون رنج سنی به نظر من اینو نمیتونن استفاده کنن. و یه سری خانم هم که عطر مردونه دوست دارن به نظر من نمیتونن اینو استفاده کنن، چون عطر به شدت سنگینه، مگر اینکه دیگه خیلی دیگه عطر مردونه سنگین دوست داشته باشن. تعریفی که از این عطر میشه، این عطر یه عطر جدید با یک روحیه کاملا کلاسیک و قدیمیه. و چه پرفیومری بهتر از فرانسو دوماچی یا دوماچی، حالا باز دوستان نگن آقا ما دوتاشو گفتیم که ایراد نگیرن، چه پرفیومری بهتر از این شخص که بتونه این عطر رو طراحی کنه. یعنی تلفیقی از ظرافت، کلاسیک بودن و در این حال جدید بودن، و ما تو این عطر 60 میلی لیتری داریم. نکته مثبتی که در مورد این عطر وجود داره، شما این عطر رو میتونی توی چهار فصل بزنی. و خب یه عطر باید به قدری طراحی جذاب و قوی داشته باشی که شما بتونی هم توی فصل سرما هم توی فصل گرما روی کیفیت و موندگاریش حساب کنی. و میگم این خیلی مهمه، همیشه من گفتم عطرایی که توی چهار فصل بتونیم استفاده کنیم، یکی از مزیتاش برای کسایی که میخوان عطر ثابت داشته باشن اینه که تو هر فصل نباید نگران تغییر فصل و کیفیت عطر باشن، چون عطر اگر توی فصل زمستون باشه توی فصل تابستون به هیچ عنوان جواب نمیده. توی قسمت موندگاری و پخش بو شما به هیچ عنوان نگران این موضوع نباشین، چون من روی لباس که اینو تست کردم قشنگ فکر می‌کنم تا یکی دو روز رایحه‌شو من خودم متوجه می‌شدم، یعنی پخش بوی خیلی زیادی هم داشت. نکته دیگه که فرانسو دوماچی در مورد این عطر میگه که من خودم این عطر رو الهام گرفتم از نسخه ادیتی یا همون اد توالت ساوج قدیم، و گفته که خب این خیلی کمک کرده که من این عطر رو بتونم تلفیقی از عطرهای قدیم و جدید طراحی کنم که هم مخاطبین قدیمی ساوج رو بتونم داشته باشم، هم مخاطبین جدیدی که مخاطبینی که خیلی به عطرهای قدرتمند علاقه دارم. و خب توی نسخه های ساویج قدرت زیادی نبود، یعنی یه عطر فرش بود با پخش بوی خیلی عالی با موندگاری چند ساعته، ولی خب قطعا توی این جبران شده. یعنی این نسخه دیور ساویج الکسیر هم قدرت بسیار زیادی داره، هم موندگاری زیادی داره که میتونه با نسخه های مارلی و نسخه های تام فورد یه جورایی رقابت کنه. میرسیم به قسمت نوت های این عطر. توی شروع ما توی تاپ نوت دارچین داریم، جوز هندی داریم، هل داریم، گری فروت داریم، که گفتم توی شروع شما شاید عطر خوبی رو حس نکنین، عطر خوشبویی رو حس نکنین، به قول ما عامه پسند نباشه، ولی کافیه به استخود دوست برسه این عطر و اونجا جذابیت این عطر شروع میشه. شما یه عطر جذاب، شیک، مردونه با پرستیج دارین که گفتم این سری از عطرها قبل از صحبت کردن حس قدرت رو به اطرافیان شما منتقل میکنن، و شما اصلا نباید نگران این باشین که این عطر امکان داره وقتی شما میزنین اطرافیان دوست داشته باشن یا نه. اصلا نگران این موضوع نباشین. توی نوت پایانیش یا بیس نوت شیرین بیان دارین، چوب صندل دارین، کهربا نعنا هندی و ویتیور هایتی. و گفتم چیزی که من کامل متوجه میشم توی اولین اسپریش چیز خاصی نیست، ولی وقتی که این عطر میمونه، البته من چند بار اینو تست دادم، ولی یه وقتی شما تست بزنید متوجه میشید. یه عطر تلخ و گرم، کمی ملایم. توی شروع اون خنکی گری فروت رو شما شاید متوجه بشید، اگر بدونی، البته وقتی بدونی نوتا چیه کامل متوجه میشید. ولی ببینین الان قشنگ استخود دوست داره خودشو نشون میده، یه تلخ و گرمی شیرینی خیلی باحالی داره. دقیقا الان ببینین دقیقا بوی استخود دوست، البته من میگم دقیقا چون من حسش میکنم، شما حسش نمیکنم، حالا شما اگر اسپریش کنین دقیقا مثل من یه مقدار باید مکس کنین تا متوجه بشین. ولی میگم همون توی بیس نوتش یا نوت پایانیش من تنها چیزی که متوجه میشم همون نعنای هندی، یعنی اون خنکی و تلخ بودن نعنای هندی رو متوجه میشم. و به نظر من عطریه که من میگم، باز میگم که اینقدر هزینه کنی، یه سری ها میگن آقا 3 میلیون خوردی مگه پولی نیست؟ خب آقا کارش نمیشه کرد دیگه، اگه قراره یه عطر جذاب و خوب داشته باشین که قراره به زودی جای پادشاه عطرا، لقب پادشاه عطرا رو بگیره، یه باید یه مقدار هزینه کنین. گفتم همه معتقدن که قیمت بالایی داره. خب میرسیم به قسمت پایانی که این عطر شبیه چه عطریه. من چون
یه نسخه کلاسیک بود به نام دراکا، حالا باباهای ما یا عموهای ما یا اونا که خیلی سنشون بالاست میشناسن که اینجا عکسشو میذاریم، خیلی نزدیک به اون نسخه کلاسیک اینت. و یه نسخه هم توی مارلی بود، لیتون اکسکلوسیو، اونم به شدت شبیه این بود. حالا من فقط فراموش کردم که برم نوتاشون رو با هم یه مقدار چک کنم، ولی خب قطعا اون نسخه از این قدیمی تره، یعنی این یه ذره از اون جدید تره. و دوتا عطری که من قبلا تست کرده بودم و خیلی منو یاد ساویج الکسیر مینداخت همین دو نسخه بود که گفتم. خب به پایان یه بررسی دیگه از بهترین عطر مردونه سال 2021 از عطر ریانی رسیدیم. مرسی که مثل همیشه تا پایان این بررسی منو حمایت کردین، همراه من بودین. توی اینستاگرام لطفا ما رو حمایت کنین، توی یوتیوب هم همینطور. فقط یه دونه کامنت انگلیسی بذارین که سابسکرایب تو نپره. و جمله پایانی، همینطور که میدونین عطر بازا همه عطر ریانی رو میشناسن.